حزب دموکرات دیروز پیروزی خود را در مجلس نمایندگان کنگره یک روز جدید در آمریکا عنوان کرد. اما آیا این پیروزی یک آغاز تازه برای سیاست خارجی ایالات متحده نیز خواهد بود یا خیر؟ پیتر تروبوویتس، تحلیلگر روابط بین المللی، در مورد خوشبین نیست. نقش اصلی را که در حال حاضر دونالد ترامپ دارد در بخش سیاست خارجی است. نسبت به سیاست داخلی، او در اجرای این بخش دست باز و صلاحیت بیشتر دارد. بنابراین فکر میکنم که ترامپ حال روی تجارت با چین در مورد ایران و موضوع سرحد با مکزیکو بیشتر متمرکز خواهد بود. تروبوویتس میگوید که دموکرات ها ممکن از موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در برابر چین حمایت کنند. واشنگتن اخیراً بر کالای وارداتی چین که ارزش آن به 250 میلیارد دلار میرسد، مالیات گمرکی را افزایش داده و بیجینگ را به مراودات تجارتی غیرعادلانه متهم کرده است. در عین حال، اروپا نیز از افزایش مالیات از جانب واشنگتن بر صادرات مهم آن قاره هراس دارد. وزیر خارجه آلمان گفته است، بعید به نظر میرسد که نتایج انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده تنش میان هر دو طرف را کاهش دهد. در اروپا برای شعار امریکا نخست باید یک پاسخ دریابیم که به نظر من میتواند تنها شعار اروپای متحد باشد. همچنان در مسکو، یک سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که روابط با ایالات متحده تغییر نخواهد کرد، زیرا بدتر از این شدن نمیتواند. با باور تحلیلگران، سیاست واشنگتن برای شرق میانه نیز تغییر اساسی نخواهد داشت. در ارتباط به موضوع فروش سلاح به عربستان سعودی و شرق میانه، ممکن ما بحث سر و صداها را بشنویم و ممکن بعضی ها خواستار پایان یافتن جنگ در یمن شوند. از جانب هم، اسرائیل از رئیس جمهور ترامپ می خواهد تا پلان صلح خود را به پیش ببرد. اما مقامات فلسطینی خواستار تغییرند. دموکرات ها در ایالات متحده به یک موقف نزدیک تر می شوند که ممکن با آغاز روند صلح بیانجامد. راهیابی تعداد بی سابقه زنان به کنگره ایالات متحده نیز مورد ستایش جهان قرار گرفت. در میان این زنان، یکی هم رشیده طلایب از حزب دموکرات و مهاجر فلسطینی می باشد. عموی خانم طلایب در کرانه غربی رود اردن چنین می گوید. همه منطقه به خاطر موفقیت رشیده، اولین فلسطینی مسلمان که توانست به این مقام برسد، افتخار میکند. تعداد از تحلیلگران میگویند که رهبران جهان انتظار چگونگی آینده را دارند و میافزایند که کشورهای مثل ایران، چین و کشورهای اروپایی ممکن این محاسبه را داشته باشند که تا ختم دوره کاری رئیس جمهور ترامپ حداقل گذران کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.